بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم وطندارای عزیز، وطندارای گل و وطندارای مهربان. خدا کنه که صحت سلامت باشین، خوشی ها هر طرفی که شما میبینین در گرد کنارتان باشه. محفیظ محمدی هستم، با قاب گفتگو بسیار خوش آمدین. همکارای ما هستن، هر کدامش با چهره های بسیار زیبا و لباس های بسیار مقبول. امروز در یه هفته در خدمت شما هستیم. خیرتی است؟ اولادا خوب است؟ خانه خیرت است؟ کلی خوب است؟ شکر. خود خوب هستی؟ شما خوب هستین؟ تشکر رفیق جان، زنده باشی. خوب هستم، با امید خاطرم خوب باشی. همکارا زنده باشین، تشکر. خاک خانه تکونی بخیر میگذره. خب بیان که بریم به طرف دوستا که چی میگن در این هفته. صمیم خود سیاه پوشیدی، بیا از خود آغاز کنیم که در دل چی است. زنده باشی صمیم رانورد. تشکر. تشکر از همراهی شما عزیزان. برنامه قاب گفتگو و سلامای ما را پذیرا باشین در هر کجای که هستین. جور و خوش و سرحال و آرام و کامیاب و موفق باشین و می پردازیم به محتویات برنامه. محل برگزاری غذاخوری را یک شرکت می سازه برای رستوران ها. شاید در افغانستان هم بیا. یکی نان خوردنی که مثلا استاندارد مردم نان میخوره و لذت میبرن از نان خوردن. یک چیز رواج دارن، مثلا ما در امارات متحده عربی که رفتیم یک چیز به نام مندی میگن، با زیر 3 ساعت میخورن. یک لقمه دو لقمه میخورن، باز یکان پوست های فیسبوک چک میکنن، باز چی باز یک دلاغ اما از امو مندی اون مخلوهایی که دستر شد اونو رقم نان میخورن. یعنی بسیار با فکر آرام ما تو را برای سر یخچال نی که بلایتان زیاد آمده بود. نه خب مندی خوردیم با پیسه شخصی خود خوردیم. مزاق کرد، مزاق کرد. امو را باید ما اینجا سارن والی کشم آمی سر یک مندی از بدون ما میدیم روی تصویر میریم. خب بریم تصویر. این محل برگزاری یکی از شرکت ها می سازه، در حدود 50 متر بالا میره، توسط کرن کنترل میشه، کمربندای مخصوص هم بسته میشه و یک میزبان هم همراهشان است، همراه مهمان ها. یک نفر اگه در پایین من مجبور از بالا برش یک قاب خطاب تن او را خیره که حالا یک گلاسه اگه پایین مانه برو مده اینجا باشم زارم میشه چی بکنم؟ مگر اونه سیستمشان هم بسیار متفاوت است که اون یک نفر یکی از 10 شیوه های غیر معمول در رستوران های جهان است. وایلون هم یک نفر می نوازه در این نیست بابا هیچ وایلون هم ننوازه اما تستاد باشه خوب است. آه مقبول است وایلون یا دختر؟ جالب است اینه که چیزهای متفاوت باید در دنیا تجربه شد که یکی از اون چیزهای متفاوت است و نان خوردن در هوا. یکان دفعه آدم در سر بام در منزل اول بالا میشه دلاله میگره کم چی مردم سیایی میکنه در زبان ها گل آقا هم در نصف هوا نان میخوده هم در دانش بود از برنده تلش کده هم در دانش بود. خب شما خوش آمدین ترینا جان. تشکر خوب هستین. سلام خوب است. کسی که دو چهره داره باز نمیره در رخم بکشین تا که مرا کسی که میتونه در دو نقش خدا بسیار راحت احساس کنه، در نقش ماگل و در نقش گل آقا هر دویش. سلامت زنده سیار جان متین. سلام خدمت شما. مگر ماگل نقش ماگل تا کلی خوش داره نقش ماگل یعنی که بسیاری کسا که پرسان میکن از اون نقش تو را میشناسن. اوتومات باید خودت بفهمی که دیگه از لباس بپوشی و بگردی خودت دیگه از روی ماگل میشناسن. چی نظر داری که ما از لباس ها بپوشم در پالی ماگل تو بیشیم؟ بس به خودت برسیدن هم میتونه. به خاطر از این میگم که یعنی توی ما دو خانم شویم امروید کمک شم در وسایل خانه تکانی و ظرفشویی و ایگپا. خب بیا پناه به خدا. زگهواره تا گور دانش بجوی. در یک شهرهای هند یکی از مکاتب جور شده برای خانم های کهنسال. میریم روی تصویر. میبینیم تصویره. این مکتب توسط یک نفره که به نام یوگندرا بنگار است ساخته شده. و خود از هم در یکی از مکتب های متوسطه استاد بوده. و در این مکتب خود از این شخص همین شخصی که ساخته ایره. و در هر سن در یک سنف از این 30 نفر مادر کلان درس میخوانه و رو به افزایش است. یعنی دیگر چی قصایی کنن نه از درس خواندن یا قصه شو زیاد باشه باشه قصه شانو میکنم برتون موضوع خلاص شو. خب دیگه کهن سالترین شاگرد 90 ساله است. اوهو نیست و روز رو به افزایش است خواهی شو داینده و اینا زیاد خوش هستن. میگن ما اونم ببینید تصاویر میگن ما خوش هستیم که نام خود نوشته کرده. آه 100% یعنی که امی موضوع علم و یاد گرفتن و درس
به سن هیچ وقت وابستگی ندارن. در اول گفتم گفتم ز گهواره تا گور دانش بجوی. به می خاطر میگم دوست داشت 16 سالگی علاج ز گهواره تا گور. نه یکی از موضوعات دیگه مثلا بعضی کسا میگه عالم از این رشته فارغ شدم، از اینجا فارغ شدم. یعنی موضوع فراغت از درس هیچ وجود نداره. بله بله. اگه تو بخوای که درس بخونی از روزی که تولد میشی که نمیشه، منتها از روزی که مثلا سن 4 و 5 و 6 میشی که یاد گرفتن امو چیش پیدا میشه قوتش، آست آست تا که زندستی میتونی که تو بیاموزی. و یک عادت فشار بعد نمیشه از درس. یک عادت بعد که ما دیدیم یگان تا دار پرسارش میکنی میگی کورس انگلیسی میخوانی یا مکتب چیز درس میخوانی، از ما وقتش خلاص شد. کسی که مثلا جوان سنش 20 25 نمیگه اپ میزنه بخی نامید کننده یا فرصتش ندارم نمیتونم. تو میگی 1040 مرض جان از یس سبا دیگه سبام پاش ده چی است که میره 100%. اینا درس با یک وقت درس مام ده پس پیری درس خوانده. چی رو خوانده؟ فقط اینم که کردم که I love you را با گل آقا یاد بگیرم. کاغذ نشته کنم در طیاره دمی اولیش پرتم. او دیگه وقت دیگه دنیا بود. سرش رخ می زدم سواده. گل آقا خو به سواد بازو بدبختی خوانده نمیتانست. او را برده پیش آقایم در پیش دکان که بگیره برم بخوانده. سمیه که ماگل نظرش I love you آمد برام کوبیت خودشام. خب بیاین که بریم به طرف کسی که همیشه روشن است و چهره‌شون روشن است. زنده باشین. با افتخار روشن. روشن جان چطور هستی؟ با عرض سلام خدمت تمام بیننده عزیزی که در قاب گفتگو ما را میبینن. ما میخوایم در ارتباط به یک کسی که چینایی است خودش و چینایی همیشه شهکار کردن. خب. خنده نکو چان نوشته شده و خیر چین میخوانمش. خب خب. به نام اندری رودینکو. اندری رودینکو. اندری رودینکو یک از یک وقت دیده بودیم که قلم 3D ساخته شده آه. بود این آدم یک خانه 3D میسازاله. موضوع میشه که از خود بوده. خواه موضوع خب بخیر از دیگه از چور رسه اینجا نامش نوشته است. خواه خیر میریم تصویر میبینیم. تصویر میبینیم این کار از حال توصیه پیدا کردم که در کل جهان حال رایج شده، مردم میخواین این را تجربه کنن و تجربه هم کردن که خود از این ماشین مثل پرینتر واره، فقط فرقش با پرینتر همین قصد است که دو بودی نیست سه بودی آه. تمام چیز 3D جور میکنه، خانه را بسته نمی رقم از یک سر که شروع کرد، البته این پلاستر ریخته را فکر کنم آها این تو بسته خانه را این جور میکنه مثل منزل های بزرگ بزرگ هست و ای باز چقدر چند منزل جور کرده میتونه این چیز ای خوبی خیت خانه کارش خانه خود جور کرده بله من خودش تو گرد نزم نه همین حالا خانه اشتو کانه جور کرده ایستم ما شما که خورد بودیم گله که چی میکردیم میگم اینمی کار سرش کار کرد در کل جهان میخواییم اینمی خانه نه نه صحیح سال صحیح شد این تصویر کلان شد دیدیم ما خیگان نفر شک خلاصه دیگه بعد از این در مردی کار بازار هم نفر نیست این ماشین که بخری خود تا خانه جور میکنین در کمپیوتر برش برنامه را میتین یک رباتک هم کار باشیم واقعا روز بروز یک وقت باش در خواب گفتو کل رباتا شیشته باشه هیچ ما نباشیم ضرورت به ما نباشه نه تشکر زنده باشین دوستای عزیز امروز در این برنامه کسایی که علاقمند ما هستن سنایشان از مثلا از 14 و 15 بالا این تا 40 و 50 و 60 منطقه کسایی که زیر سن مثلا ده و یا هستن اطفال بسیار نازنین و کودکای بسیار عزیز یک برنامه بخیرم تو خاص به خاطر شما بعد از این وقفه خواهد بود یک بخش بسیار هم تو خاص که دوستای ما از باغچه سمسم آمدن نام یکیش زری است نام دیگه بعد از وقفه میگیم که چی است و صحبت خواهد کردیم امرایشان کسایی که شما در تلویزیون میدیدین که گپ میزدن حالا اینجا مصاحبه هم دارن صحیح است بسیار وقفه دوستان دیر خرق لاستاس قاب گفتگو خبران لطلو تلویزیون سخه گوری میمانای بسیار شیرین و نازنین ما دعوت کردیم که در راستن از باغچه سمسم همینطور سبز و تازه میرسند در پشت از میز قرار میگیرند اما بیان در شروع چند بخشی از امی برنامه بسیار زیبا را ببینیم که امی کسایی که اطفال نازنین کشیشتند شما زیاد دوستش دارین این از زیرک شما دیدین؟ سلام این زیرک است که سلام زیرک جان زری ما پشتت بسیار زیاد دخشیده بودم بطه به یک مکتب تا که ما برید ببرم تشکر زری جان دمی مکتب خودت چی میکنی؟ دمکتب ما دمکتب
حروف یک دوسیره اشکالا و بسیار چیزای دیگره یاد میگیرم. از امی خاطر وقتی کلان شدم میتانم یک دکتر شوم یا انجینیر شوم یا هر چیزی که بخوایم شوم. زری زری ما که بخیر کلان شدم میخوایم که یک پیلوت شوم. آمدن سلام زری جان. زری جان سلام. نام خدا. خوب است جان کاکا؟ تشکر شما خوب هستین. از محفیظ هستم. شناختی مرا؟ بله کاکا حفیظ شما را چطور نمیست کنستم؟ این زری جانه که قدش بلد بودین. سنش شش است، شش سال است و برادرکش هم دعوت کردیم که زیرک جان. زیرک جان سلام. سلام کاکا حفیظ. اتان خوب است. خوش آمدین به برنامه قاب گفتگو. زیاد کاکا و خالی دیگه هم نجا شیشتر. اوه نه کاکا بابا. سلام به کلتان. زنده باشه. خوش آمدین. خوش آمدین. سلام به کلگی. خوش آمدین. دوستا برنامه باغچه سمسم یک برنامه تعلیمی و آموزشی برای اطفال افغانستان است که سال ششمش است که این برنامه جریان داره و به دو زبان دری و پشتو از تلویزیونای طلوع و لمر ساعت 4:30 عصر روز پنجشنبه و جمعه نشر میشه. شما میتونید ببینین در فیسبوک هم میتونید ببینین و امروز این از قاب گفتگو ببینینشان. بیان که یگان سوال کنیم از زری جان و زیرک جان. یک سوال ما میکنیم که هم مربوط خودت میشه زری جان و هم مربوط خودت میشه زیرک جان. صحیح است؟ اول برامه ایره بگوین که شما چند ساله هستین؟ ما صحیح گفتم یا نه اول؟ بله بله شما میفهمیدین. من 6 سال هستم. 6 سال هستین. نام خدا و خود زیرک. ما 4 سال هستم. سابق یاد داری؟ تا هفتی صاف کردن یاد دارم. تا 7 سال هستی خیده یا از خوراکت که کلان هستی؟ نه ما ای صاف از زری یاد گرفتیم. خب چند هستی؟ ما 4 سال هستم. 4 سال نام خدا. و یک سوال دیگه هم من میکنم که باز کاکا و خالیتان کلشتون مسئل داره که که ما هم سوال داریم. به مکتب کی میره؟ ما میرم. خب چکا وقت میشه؟ کاکا حفیظ من 9 سنف اول هستم. نام خدا. اول نمره شدی یا نه یا دوم نمره یا چی رقم؟ نه میفهمم نو امتحانای ما شروع شده. خب نام خدا. خودت چی تو زیرک؟ من هنوز مکتب نمیرم. خوزاری برای میگه که بخیر کلان شدم بازو وقت مکتب میرم. نام خدا. زری جان ازی بگو که چند تا خورخنده داری؟ دوستکایت بگو با ما چند تا دوست داری؟ تشکر خالتی رینا. میفهمین ما بسیار زیاد دوستا دارم. در باغچه سمسم دوستای صمیمی ما هادی، کچگل، پری، اینه ما هم دوستایت هستیم. خوشحال، علمو. ما هم دوستایت هستیم دیگه. بله شما هم کلتان دوستای ما هستیم. آفرین یک دختره. دوستکای نو پیدا کردی دیگه. دوستکای نو پیدا کردی. زری جان کوکوکت صدقه چه البته ای کوکایت. در کدام وقت مطالعه و درس میخوانی؟ درسکایت پیش میبری؟ ها میفهمین ما در مکتب اونجا هم درس میخوانم. خب باز خانم که میایم مطالعه میکنم. تا وقتی که درسایم خلاص نشم مطالعه میکنم. مگه هم در وقت بازی هم من در فکر درس میباشم. آفرین. این همی که همی کسایی که ما رو میبینن کسایی که صنف اول هستن، دو هستن، شما کلتان هم میگم که نه از زری جان و زیرک جان یاد بگیرین که نه اگر در ساتوری هم هستن متوجه درسای خود هستن، کار خانگی خود انجام میتن، درس میخوانن. خب بله. کاکا سیر چی میگی؟ سلام زری جان، خوش آمدی. سلام. تشکر کاکا سیر. ایره بر زیرک بگوی چون سن زری جان کلان شده با او چی چی اکا ضرورت نداره. خبر صورت در باغچه سمسم چی جدید است زری جان؟ چی نو است؟ خب در باغچه بسیار چیزا نو است. خب بسیار ساتیریای نو است. از کل چیز کده میفهمین چیز نو چی است؟ چی است؟ زیرک. زیرک زیرک جان افتخار زیرک. اینا زیرک جان از کلک تشکری کرد. زیرک جان من از خودت یک سوال میکنم. چه چیزی در مورد زری بسیار دوست داری؟ ها
ها یک عادتش بسیار خوشی مامه وقتی که ازش سوال کنم جواب ما میده. خب آفرین. خب یک سوال که من میکنم که شما برام بگوین که شما پدرتان از یاد دوست دارین یا مادرتان؟ اول ذریع بگوین برام. کوکو افید این خب بسیار سوال سخت است. نه خب یکش انتخاب کنین دیگه. مادرتان مثلا همیشه شما رو ناز میده، لباس های نو دا جانتان میکنه، پدرتان مثلا همیشه در وظیفه میباشه دیگه، کدامش زیاد دوستان داره؟ شما کدامش زیاد دوست دارین؟ میفهمین؟ نه مار دوشانه یک اندازه دوست دارم. خب جدیستی؟ بله هر دوشان لازم میتن. خب زیرک خودت کی را زیاد دوست داری و کی شما را دوست داره؟ ما مار دوشانه زیاد دوست دارم. اردویشانه؟ خب بسیار خوب بسیار خوب. اگه اجازه اردوگکتان باشه یک سوال کنم از اردویتان، چی گفتین؟ اول خود یک نصیحت برتان میکنم که غذایی را که بر شما تیار میکنن در خانه امور بخورین، غذا از دلتان نخورین، از بیرون چیزای ناق نخورین، پیسه نگیرین از خانه، چی که دلتان میشد پدر مادر تا رو بگیرین برتان بخره. اوکی؟ صحیح کاغذیان. خب زری جان خودت کدام رنگ خوش داری و زیرک جان باز خودتان بگو کدام رنگ خوش داری. خب کلان است قبل عزیز. بله من خود کلان هستم اما زیرک زیاد دوست دارم. بدرک خود زیاد دوست دارم. بله کوکوسیار گفتی رنگا را کدامش خوش داری؟ بله بله بله. خب میفهمین من خب کل رنگا را خوش دارم مگم رنگ آبی سرخ دیگه. سرخ نک ما پوشیدیم رنگ سبزم خوش دارم. راست دیگه شما سرخ پوشیدیم رنگ دلخواه زدیده ما پوشیدیم. نام خدا باش که این اگه ماچ کردم زدیده من. خب این حالا خودت بگو زیرک جان رنگ دلخواهید کدام رنگ است؟ ما هم رنگ سرخ خوش دارم، امی رنگی که اینا پوشیدن کاکا فیزی خانت اینا دل از یا رنگ پوشیدم باز نه؟ بسیار خوب بسیار خوب. خب زری جان قندور میشه برام بگوی که کدام غذا را دوست داری، زیادتر خوش داری که همون غذا را نوش جان کنی؟ باز از زیرک هم همین سوال میکنم. ها میفهمین من غذایی که مادرم پخته میکنه خوش دارم به خاطر که صحی است و پاک است. مثلا کدام غذا را؟ مادرم آشک زیاد مزه‌دار پخته میکنه. آشک یکی از غذای مشهور ما شماست دیگه، از وطن ماست. زیرک جان میره بگویه من تو را زیاد خوش دارم. غذای خمیری دیگه. خب زیرک جان و همچنان زری جان قندول سمندول صدقه سرت شوم. اول زیرک جان زری جان میگه که در آینده چی میخوایی شوی؟ درس ها میخوانی، مکتب ها میرید و دوست داری که چگونه خدمت کنی به وطن، به مردم، به اطفالک ها و دیگر بر هموطنانت؟ بسیار سوال خوب کردین. میفهمین من خوشدارم وقتی که کلان شدم یک دکتر شوم یا یک انجینیر شوم یا یک نتاقم خوشدارم شوم. آفرین آفرین آفرین. خوب چیزها را خوشداری که شوید. می سوال از زیرک جانم جواب میده. من میخوایم که دا اینده پیلوت شوم. ها خودتون خوش نداری نتاق شوی؟ نه دیگه. ها خوش دارم. خب زری جان ورزش دلخواه خودت چیست؟ ورزش بسیار خوب. ورزش والیبال کردین شما؟ بله من والیبال خوش دارم. بسیار خوب. دخترا والیبال خوش دارم. کرکت کی یاد داره؟ من یاد دارم. ما شما؟ من کرکت هم خوش دارم. باز بعد از برنامه میریم کرکت هم میکنیم، والیبال هم میکنیم، باز به خاطر که شما وقت نشه باز میریم خواب میشیم. صحیح راستی یک چیز دیگر هم خوش دارم. چیره؟ فوتبال. بله امیدوار اصلا تیم ما را خوش داشته باشی. تیم بارسلونا را. خب یک چیزی که من میخوام پرسان کنم از زری جان و زیرک جان است که امی اطفال که هستن زیادتر امی چیزهای مختلف شیرین باشه زیادتر خوش دارن نه؟
خودت چی را خوش داری؟ چاکلیت خوش داری بخوری؟ سیب خوش داری بخوری؟ یا همیشه جنجال میکنین در خانه که به ما آیس کریم بخرین؟ چی رقم است؟ چی را خوش داری؟ کاکو حفیظ، اینا خو مزه دار هستن نی؟ مگم من خو میوه را زیاد خوش دارم. کدام میوه را؟ ها اونو که زرد است ام که است نی؟ ام خوش داری. کاکو حفیظ تو راستی یک کوکه. کاکو حفیظ تو ام خوش داره. راستی؟ یک چیز خوش داریم. خب ام خوردنش خوش داره. خیلی چاکلیت یا نمیخوری دیگه؟ کاکو حفیظ میخورم یکان دفعه کمک. خب یعنی که مثل زوش تو کاره که 24 ساعت پشت چاکلیت لبروشان کشال است که مرا بتین و در روز پنج دانه میخوره خودت نمیخوری که یعنی مریض میشه آدم، گلون درد میشه آدم. نه میفهمین هیچ به صحت خوب نیست. زیرا که قندول میشه بر ما بگویی که کالاگک های مقبول که در جانت هست زیرا برد کی جور کده؟ ای کالای مرا برای مادرم دخته. میفهمین ما یک واسکتام دارم. بسیار مقبول است. آفرین که ایره پوشیدی، یعنی مادر جان برای جورش کرده. خب زری جان میشه خودتان بگویی که کالاگک های خاطر کی جور کرده و پوشیدی؟ ها خالتین اینو از مرا مادرم دخته. نام خدا نام خدا چقدر مقبول خوب استعداد دارن. آها صد فیصد. خب حالا بیایم سر ازی که شما در مکتب چی یاد گرفتین؟ صحیح؟ مثلا اطفال که مکتب میرن یا فیلم کارتونی سر میکنن، بازی ای بی سی یاد میگیرن، بازی گان چیزای دیگر یاد میگیرن. اینا زری جان برام بگویه که تا اعدادت تا چند یاد گرفتی که شمار کده میتونی؟ ها کاکو حفیظ ما از یک دو سه شروع کن. خو یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده باید زور نمی فهمم. 11 دو دانه یک که در پلو قرار می گیره. 11 12 13 نقل نده. باز خود زری جان زیاد لایق است. باید 13 14 آفرین 15 نام خدا 17 18 19 20 کل حساب تا 20 یاد داره زری جان. آفرین آفرین زری جان. یک سوال ما از پیشت بکنم، وقتی که از مکتب میای میشه که برای دوستای تا بگی کمو کارا چی کارا را میکنی در خانه؟ مثلا از مکتب که داخل خانه میای در راه میای وقت در خانه میرسی چی کارا را میکنی از مکتب که میای میشه با دوستات بگی؟ خب کاکا سیار ما که اومدم کالای مکتب من میکشم، باز دستوری من میشورم دیگه. اگه مادرم کمک میخواست کتش کمک میکنم. باز درسای من میخونم. باز زوب کرد و زیرک یک کت ساتیری میکنیم. آفرین. و اینال یک سوال که مکنم از پیش شما که در کوچه هم میگردین مبراین در بیرون مبراین در کده چی؟ مثلا یکان طفلا هست که میرن باز خاک بازی میکنن، یکان ساتیری که کام میکنن، در زیر افتاو میباشن، کارخانه خود انجام نمیتن، زیادتر در کوچه هستن. شما چطور؟ کاکا حفیظ مادر جانم گفته که اگه در کوچه بریم خاک بازی کنیم باز مریض میشیم. ما در اولی خود ما بازی میکنیم، اونجا پاک است، درخت داره. بله باغچه است. خو نام خدا ما در ساتیری هم دستای ما رو میشوریم. آفرین آکل صابون. بله کت صابون. آفرین و بیاین که پیامتان هم بشنویم. که راستی در بین قاب گفتگو کی را زیاد دوست دارین شما زری جان؟ بسیار سخت است. میبینین قاب گفتگو را؟ بلی میبینم. میفهمین ما خوب کوالتان خوش دارم. آفرین دل یکی را ننداخت. خوینال بیاین که یک پیام هم بشنویم از شما به کسایی که اطفال و نازنینی که ما را میبینن هم سن شما هستن، در مکتب هستن، صنف اول، دو، سه، برزوا چی میگن؟ چی کنن؟ شما پیامتون چی هست برزوا زری جان؟ ها، بگویم؟ آه، بگو. خب،
ها دوستا در باغچه پیش ما بیایین. ما و زیرک امرایتان ساتیری میکنیم، درس میخونیم و راستی راستی مادر جان و پدر جان میگن نه باید همیشه چیزای نو یاد بگیریم. آفرین. با کلونام احترام بانیم. آفرین. دیگه کاکا حفیظ باید همیشه خوش باشیم. آفرین. و در گپ پدر مادر شویم نه؟ بله بله. آفرین. قاب گفتو خوشتان آمد، چون وقت ما پایان به پایان میرسه. دیگه خوشتان آمد که اینجا آمدیم بودیم. بسیار زیاد زیرک خودتا چی تو خوشت آمد؟ مرام بسیار خوشیم آمد. آفرین. دیگه دفعه دوستای تانا باز بگوین بگوین که ما رفته بودیم قصیش با اونا کنیم. بگوین ما رفته بودیم دباخچه با کلگی میگو. سلام مارام باز دوستکای دیگه تانا ما دعوت میکنیم در برنامه قاب گفتگو یک روز. دیگه شما نام خدا بسیار طفلای خوب هستین، خودت زری جان بسیار نام خدا خوب هستی و همچنان زیرک جان که بخیر کلان شو و مکتب بره و کل دوستارم شما هر روز پنجشنبه و جمعه ببینین، کدشان باشین. دوستا شما برنامه باغچه سمسم فراموش نکنین، از طلوع المر ساعت 4 و 30 پنجشنبه و جمعه. زری جان و زیرک جان دوست نو از این برنامه با شما خواهد بود. تشکر. بله. یک گپ. بله. ای جمپر خودت گزنی؟ کلای علمون سرخ است. خب. علموگه کم سلام بگوی از طرف ما. خب. کچکل علمو کل اگر سلام بگوی از طرف ما. زنده باشین. خوش آمدین. تشکر. تشکر از شما که ما را خواستین. زنده باشین. زنده باشین. خدا حافظ کاکا سیار. خدا حافظ کاکا روشن. تشکر از که ما را همراه بودین. اطفال دوست داشته باشین، برشان احترام کنین، برشان قدر قائل باشین، شفقت کنین، سرزنشش نکنین و چیزی که با محبت حل میشه و خشونت حل نمیشه. از خاطر با اطفال بسیار بسیار باید محتاط باشین در روابط، به خاطر که بازم چیزی که شما میگین اونم رو برداشت میکنه و مقسم باز داینده برخورد میکنه. ما میریم به یک وقفه، زود برمیگردیم. دوستان بیام خلق لاست، هیله دارم چې جو روح وسه تل خوشاله او خندانه وسه. وسم سینما او ټکنالوژي. دیدا جان سلام به خودت. سلام بر خودت. خوب هستین؟ سلطان خوب است. خوش آمدین. سلام به همکارایم و همچنان سلام بر تمامی بینده های خوب قاب گفتگو. آرزو دارم که همشون جور صحت مند باشن. زنده باشین. مال که زری صحبت کردیم. کم از کلی جانم صحبت کردیم. او جان کاکا چی آوردی؟ زری جان. زری جان چی آوردی؟ چی هست در شروع؟ اول آغاز میکنم از تکنولوژی. یک ایرکندیشن امریکایی است که ساخت امریکا است، ساخته شده، خیلی کوچک هست و به بسیار سادگی میتونیم که او را انتقال بدیم هر جایی که بخواهیم، اگر در خانه باشه، آشپزخانه باشه و یا هر جایی که باشه. و یک قاب یا فریم داره که او را ما میتونیم نصب بکنیم در کلکین و درجه حرارت هم داره و در برق وصل میشه و میتونیم که از طریق تلفن‌های خود هم یک اپلیکیشن داره که او را نصب بکنیم و از طریق کنترلش بکنیم. و این قیمت از این ایرکندیشن البته $149 هست، البته نوای مختلف خود هم داره که بالاترین قیمتش $1,099 هست. خب بالاترین قیمتش. بله. منتها یعنی چیزی که به ذهن آدم نمیگنجه، یک دفعه آدم احساس میکنه که دیگه دنیا هم قفش رفت کرد. در صورتی که هر روز سر از این چیزا کار شده رئیس و پیشرفت شده رئیس نه. حالا یک وقت یکان دفعه آدم میسیره میبینه در چت، در چت میگم در دیوال بند است و اگه بیرون میری گرمی است یا در اتاق دیگه میری گرمی است نه. و خوش داری که رو بگیری انتقال بدی، یکان دفعه میتونی اگه احساس پیدا میشه که ببری که سرد شد اگه اتاق دیگه هم مجبور کدم زیر سی در اتاق بشینی. اینال اینه میتونی که انتقال بدین. یک سهولت بسیار آسان است. صمیم جان اونا که میتونه که هر جای که خود بگه ما از خاطر پیسه برقش ما نصب نمیکنم، یعنی قیمت خودش مشکل نیست. برق از این واسه ماهانه بر ما 10,000 شاید بیاد دیگه. ها نصف ماهش ده او بوده. نظر ده اوجمی شاید برقش هم کم مصرف شه خود. بریم به سینما. بله، از سینمای هالیوود یک فیلم است به نام War for Planet of the
اپس. یک فیلم هست که در سال 14 جون 2017 به بازار آمد و قسمت قبلیش البته در 2014 ساخته شده بود و نشر شد و حالا قسمت دیگرش که آمده شما هم روی تصویر میبینید. یک فیلم جالب هست و داستان این فیلم ای است که جنگ بین شادی ها و انسان ها است که سیزر یک شادی هست که نماینده همه شادی ها در جنگل می باشه که این فیلم را البته در جنگ با انسان ها شادی ها البته مبارزه میکنه خیلی چیزای خود از دست میتن نفرای خود بله نفرای خود البته افراد شو آدم چیزایی که در جنگل داره اونا رو هم از دست میتن و بالاخره این شادی که به نام سیزر هست این مبارزه میکنه و باقی مانده داستانش نمیگم دوستان میتونن ببینن مونتا این فیلم ها تخیلی هم و یک فیلم دیگه بود بنامه چی بود که یک شادی کلان کس یک بخش دیگه شما آمده بود باشم میرم کینگ کانگ ما دیدم کینگ کانگ هم قسمت نوشه و بسیار جالب است و تخیلی چیزی که در فکرت نمی گنجم این فیلم ما قسمت اول شدیدیم قسمت اول از این قسمت که یک شادیگه که خورترک اوگار شده پایش این یک نفر میگیره میبره تا خانه خود تربیه میکنه و از از همین خانواده گپ زدن یاد میگیره کار یاد میگیره خوب. و این بچه خودش بندی میشه این شادی را یک نفر میبره دقات حیواناتی که میخواین تداوی کنن یک بادا شفاخانه یک کلان میشه باز یک وقت صاحب خودم میبینه مشناسه بوده در یک جای بازی بندی میشه باز خود شادی هم بندی میشه به خاطر بسیار هوشیار است دیگه شو یک تک فیلمو نبینم دیگه قسمت قبلیش بود البته قبلیش بود نباشه مثلا تعریف میگیری فقط که دایرکترش تو باشه به خاطر از چی رقم که یعنی این بچه تو شادی است ها این قسمت دوم شد بچه هست دیگه کدام موضوع دیگه نیست؟ فیلم های ایندی کدام چیز هست؟ فیلم های ایندی ام دفعه اما قدر فیلم آوردم که زیاد نشه باز نمیم اکش هفته گذاشته گفته بودی چی بلا بله تشکلی در جان زنده باشین لطف کردین خیر بینین خب دوستا قیصری صاحب میان و قیصری سفرهای ولایات رفتن و چکر زدن و بسیار طبیعتشان خوش است همطور است نه؟ طبیعت از خوش نباشه از گی خوش باشه دیگه از خاطر شما منتظر باشین بهترین های ورزش بعد از امی وقفه بازم خوش آمد دوستای عزیز بخش ورزش کم بود حالا بگیم که زیرک با ماست پیشتر زری بود قیصری عزیز با ما هست یعنی به قسم برسانی دیگه چی ره؟ گفته زنده باشی افزیل سلام به خود همکاران عزیز و علاقمندان و بینندگان قاب گفته بودن زنده باشین خیر بینین چی گپ هاست قیصری؟ گپ های خیلی خوب و خوشحال کننده داریم تیم ملی فوتبال 15 ساله افغانستان قهرمان مرکز آسیا شد. خیلی خبر مهم و خبر خوشحال کننده هست و مسرت بخش. ببینیم تصاویر. مسابقات در شرایطی برگزار شد که تیم‌های ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان در این مسابقات که در شهر دوشنبه برگزار شد حضور داشتند. ما 3 بازی را بردیم مقابل قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان و 1 بازی را هم باختیم. در نهایت قهرمان شدیم در اولین دوره مسابقات. تصاویر را می‌بینید. به حال امیدوار هستیم که این آینده های فوتبال افغانستان حفظ شوند و بتوانند در میادین بین المللی در رده های سنی بالاتر هم افتخار آفرینی کنند. بعد از 2 سال یک تیم ملی فوتبال افغانستان موفق شد که قهرمانی مسابقات را در سطح بین المللی کسب کنه که تبریک میگیم برای 15 سال مبارک باشه. یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ است بدون شک و ای که در مرکز آسیا افغانستان اول میشه برای اولین بار قهرمان میشه. تیم های مثل ازبکستان، تاجیکستان یارا شکست میده. ازبکستان بسیار قوی و یک ایران اشتراک نکرده بود. ایران اشتراک نکرده بود. اگه اشتراک میکرد باز هم سعید حاضی کاظمی مربی تیم گفته بود که ما قهرمان میشیم و به خاطر که امتیاز بالا بود. مبارک باشه بچه‌ها دستان در نکردن. مبارک. خب خبر بعدی مربوط میشه به تیم ملی کریکت افغانستان در لندن هست و در هفته که گذشت با تیم MCC یک کلاب هست قدیمی ترین کلاب کریکت جهان مسابقه کرد در استادیوم لوردز. تصاویر را ببینیم. خب تصاویر را ببینید. کرکت بعد از اینکه عضویت دائمی شورای جهانی را کسب کرد به لندن رفته و در مسابقه دوستانه مقابل تیم لوردز که منتخب بازیکنان سابقه جهان هست قرار گرفته. ما در ابتدا بازی کردیم مقابل این تیم و در 40 اول با از دست دادن 6 بازیکن موفق شدیم که 217 دوش را کسب کنیم. بسیار خوب. باز بازی لغو شد. باز بنف کی بود و مساوی اعلام شد دیگه. شاپور زهران هم بهترین بازیکن میدان شد. بشار. 3 بازیکن را حذف کرد. بسیار عالی. بسیار عالی. باعث افتخار است بخاطر که عضویت دائمی کرکت جهانی در کرکت افغانستان کسب کرد
و این افغانای عزیز نام خدا با چهرهای بشاش هم خوشحال آمدن به استودیوم و ان شاء الله که نمیده دستاوردا باشه که افغانستان نامش در کل جهان بره و ما از این طریق شناخته شویم. خب و یک نکته هفته پیش گفتم در رابطه با ندیم امیری، گفتم هراتی هست. هراتی نیست، کابلی هست. ایر اصلاح کنم فقط یادم نره. آفرین کلا گیر هراتی بکش. سمیم از هرات هست. از هرات هست سمیم با میگن از هرات هست. من نگفتم، گفتم میگن از هرات هست. کریس رونالدو رو از کراخ مرفی کن. از کراخ بلد هستی. او از سیندن هست. فامیلش 30 سال قبل افغانستان رو ترک کرده بود و خودش هم در آلمان به دنیا آمده. این نکته رو اصلاح میکردم. اگر بتونیم هفته بعد هم پیامش رو اینجا میداشته باشیم. بدون شک. همواهی میکنیم که صحبت کنه با شما هموطنان عزیز. وین رونی رو که حتما میشناسید، بازیکن تیم فوتبال من یونایتد، بعد از 13 سال حضور در منچستر یونایتد و افتخاراتی که با این تیم کسب کرد، امسال به تیم سابقش برگشت. حفیظ جان به اورتون رفت. یکی از انتقالات مهم این فصل اروپا هست، انتقال وین رونی به اورتون. بازیکنی که 4 بار بهترین بازیکن انگلستان شده در سالهای 2008، 2009، 2014 و 2015. 12 جون 2008 هم ازدواج کرده بود و اینکه فصل 2009-2010 هم بهترین بازیکن لیگ برتر انگلستان شده بود. به حال برگشت به تیم سابقش، یکی از پر افتخار ترین بازیکنان فوتبال انگلستان که بیشترین گل ملی را هم داره، 53 گل زده در 119 بازی ملی. کاپیتان تیم ملی انگلستان هست و بیشترین گل زده را هم برای من یونایتد داره. خب بسیار عالی. فقط یک خبر مونده از سفر ولایتی. گفتید بعد از سفری که به سمنگان داشتیم، لیگ برتر افغانستان رفت به ولایت تخار زون شمال شرق و مسابقات منطقوی این زون برگزار شد. بازی فاینال هم بین کندوز و تخار برگزار شد. تصاویر هم اگر ببینیم، کی برد؟ خیلی استقبال بی‌نظیر بود. مسابقه به حال مسابقه جزایی بود. چهارشنبه برگزار شد این بازی، چهارشنبه بعد از ظهر. و اینکه به حال 21 بازیکن برتر موج‌های آمو هم انتخاب شد. ولایت تخار چطور است؟ موج‌های آمو امسال تیم خوبی میتونه باشه. موج‌های آمو تیم که سال گذشته هم تیم خوبی بود، چهارم شد. در 2 سال گذشته این تیم چهارم شده. امسال امیدوار هستیم که قهرمان جدید داشته باشه لیگ برتر افغانستان. 100% ان شاء الله که منتظر بازی‌های پرهیجان از لیگ برتر باشین. دیگه نه در اینجا که هیجان است. ورزشی تخار هست. می‌بینید چقدر تماشاگر آمده و چه استقبال خوبی شد در مسابقات منطقوی لیگ برتر افغانستان. راهی به سوی لیگ برتر. ان شاء الله امسال لیگ برتر متفاوتی داشته باشیم و ان شاء الله بخیر. پیشتر گفتن که ندیم جان از ایراد بود و گفته که از کابل است. منتها یک موضوع است که یعنی امی هر افغانی که هست در هر جایی که هست از افغانستان که از دیگه فکر کنید نمی هر جای شما رفته میتونه هر جای ولایتتان از هر جای خانیتان است. دیگه ندیم جان که اگر افتخار است ندیم امیری در بالاترین سطح فوتبال جهان باشه. 100% اگر از اونجا باشه از اینجا باشه نور چشم ماست. تشکر قیصری عزیز. تشکر. ببخشید امروز از بارسلونا و رئال مادرید خبری نبود. کمی آرام بودید. اگر از بارسلونا بود خوب میبود. رئال مادرید قدم مهم نیست. تشکر. خواهش می‌کنم. تشکر. سخنان سمیم جان بعد از وقفه باز بشنوین در واکنشی که نشان میده. خب وقفه. دوستان بهم خلق لاست تاس قاب گفتگو پروانه گوری خدای دې وکړي چې جوړ روغ وسې هر چیرې چې یاست په بهنه وادونه کې یاست په افغانستان کې یاست خوشاله وسې وسم د وطندار برخه ده او په وطندار کې دوستانو له بیلابل هیوادونو څخه پیامونه را لګلې دي ټول تصویري وسم یو ځای سره ګورو چې چی شي وایي دي. سلام، از وست سلطانی هستم از کالیفرنیا. یک سلام خدمت کارمندان قاب گفتگو، یک سلام خدمت بیادر مشرف جان در مالیزیا و مرتضا جان و مسعود جان هم اینجا مصروف آشپزی و نمازخوانان هستند. سلام خدمت شما تقدیم دارم. زنده باد افغانستان. زنده باد افغانستان. سلام مطندار عزیز، خلیل فروتن هستم از کشور آلمان. یک سلام خاص به مجریان خاص قاب گفتگو. سلام دوستان عزیز، مسیح هستم از ایالات متحده آمریکا، شهر تکساس. سلام دارم به برنامه قاب گفتگو و بهترین گرماننده های قاب گفتگو و همچنان به حفیظ جان و همه همکارانشون و به مادر جان و مادر کانه جان سلام میرسونم. برد سلام، مصطفی علی زاده هستم، یکی از باشندگان کشور سویدن گاتنبورگ و سلام خاص به تلویزیون تلو و قاب گفتگو و سلام خاص برای فامیلم و زنده باشه. من ایمان هستم، از هندوستان گپ میزنم. من افغانستان رو بسیار دوست دارم و ما در هر ویکند شما را سعی میکنیم، شما رو بسیار دوست داریم و در افغانستان من دو خواه اما دارم. برازوام سلام میگم. تشکر.
سلام هموطنان عزیز، رمضان هستم از کشور آلمان، شهر منشن. یک سلام برای فامیلم و یک سلام خاص برای کارکنان قهوه گفتگو. بای بای. سلام، ثابت بهگام هستم از کشور روسیه و سلام خواهد تقدیم میکنم به فامیل محترم و دوستای عزیزم. خیر بینید. تشکر. هموطنان ما را دیدیم که پیامای صحت و سلامتی خود به کل ما و شما فرستاده بودند. دوستای عزیز، شما اگر پیام ثبت نکنین ویدیویی میتونین که در بیرون ثبت کنین، یعنی در داخل خانه یک دیوال در پشترتان او را اقسم نکنین که هم زیبایی که در اونجا هستین هم نشان بتین که ما در کابل هستین ها در خرغش میتونین که مثلا در بیرون سرک در یک جایی که یک نماد باشه در اونجا برین استاد چه و یک ویدیوی تان به 15 ثانیه ثبت کنین به می ایمیل آدرس که شما میبینین به قاب داخل کشور کس پیام ارسال کرده نمیتونه میتونه منتها یعنی که اگر از خارج میگیرن خوب است از اتاق برای از داخل کشور اگه اجازه بده بازن از کاکا صدا میکنه بچه ایم از نانوای نان گرفته بیایم شو با قاب گفتگو @tulu.tv ایمیل آدرس را که میخوانین روان کنین پیامایتونه منتها تصاویرتون بر 15 20 ثانیه باشه زیاد از اون نباشه و اقسم بگیرین تلفونه که یگان تو بازیت گرفته بود یگان دوستای ما. خب تشکر از اینکه ما را همراه بودین، بقیه برنامه تولو را فراموش نکنین، هر جایی که هستین لبخند نثار که دیگه کنین و همیشه خوش و خوشبخت باشین. سربلندی ما در اتحاد ماست، در اتحاد ماست. تل دیو افغانستان، یشاسن افغانستان، زنده باد افغانستان. برای برنامه قبلی اینجا را کلیک کنید، برای برنامه بعدی اینجا را کلیک کنید، برای پیوستن با کانال یوتیوب تولو اینجا را کلیک کنید. اگر از برنامه ما خوشتان آمد میتونید که نظرتان را در کامنت بنویسید.